این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با ندیر احمد نجابی، استاد دانشگاه پلی تکنیک. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام به شما و بینندگان عزیز محترم. ممنون آقای نجابی. آنچنان که شما دیدین که اداره خط آهن اینو از طرح قانون در خط آهن در افغانستان خبر میدن که به گفته خودشون یک نیاز جدی بوده و این قانون در حال حاضر ساخته شده و به خاطر اینکه اینا بتون نظریات نهادهای آکادمیک بگیرن و همچنان اینو به مجلس روان بکنن، کارش جریان داره. آیا به عنوان کسی که شما در دانشگاه پلی تکنیک کار میکنید و یک نهاد آکادمیک است در این بخش و بیشتر استادا در اونجا است، آیا نظر شما در این قانون گنجانیده شده و یا مشوره با شما صورت گرفته؟ ما قانون خط آهن یک قدم نیک می دانیم، اما ای کاش که این قانون با نظریات دانشمندا و اهل خبره و اهل مسلک توهم می بود. ما فقط از طریق میدیا خبر شدیم که یک قانونی که تحت 11 فصل و 57 ماده است، در دوی جوزای سال 1395 از طریق کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب می شه و بعدا در کابینه اخیر در جلسه در پرنسپ تایید میشه و به وزارت عدلیه وظیفه سپرده میشه تا به نهادهای مختلفی مشوره شه و نظر تکنیکی. چیزی که بسیار قابل توجه اسی است که در کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان هم میگه که به کمیته تکنیکی واگذار شه و در فیصله خود کابینه افغانستان هم. من متاسف هستم که کمیته تکنیکی کی ها هستند؟ چرا در این بخش شما تعداد بسیار انگوش شمار کسایی را داریم که در این مسلک تحصیل کردن و همچنان دیپارتمنت انجینری رای آهن که مثال اولین فارغای خود را تقدیم جامعه کردن، در روی یک تعداد استادا هست که از این اصلا اطلاع ندارن. به این خاطر قانون که ما سرفصلهای شدیدم، این قانون جوابگوی تمام فعالیت های اداره مستقل خط آهن نبوده و یک قانون است که از دید ما تناب سرفصلای زیر از طریق میدیا آشنا شدم یک قانون ناقص خواهد بود. بله، آنچنان که شما گفتین که قانون دیدین و یک موارد که در اونجا گنجانیده شده مطابق به نیازمندی افغانستان نیست، میشه اشاره بکنید که چه موارد گنجانیده شده؟ باید کدام موارد پیشنهاد شما بود که باید قانون گنجانیده میشد؟ خب همونطور که من گفتم، من خود قانون ندیدم، مطالعه نکردم، فقط سرفصلایش از طریق میدیا خبر شدم و چیزی که من میخواهم بگویم، امیدوار هستم که این برگزیده شده و یا اقتباس شده از قوانین خارج و یا ترجمه شده نباشه، به خاطر از اینکه افغانستان قدمای اول خود در این راستا میگذارن و تجارب سالهای اول داره با شرایط کشورهایی که سالهای متمادی این ترانسپورت دارن بسیار متفاوت است. به می خاطر من میگم که اگر قانون ساخته میشه، باید قانون باشه که عملی باشه به شرایط افغانستان و بتونه که جوابگوی تمام خواسته ها و فعالیت های اداره خط آهن و دیگر ارگان های زیر در این رابطه باشه. به این ارتباط ما پیشنهاد ما ای است که تمام سرفصل هایی که در اینجا بوده، سرفصلات تمام خواسته ها و مطالبات و کارکرد های اداره خط آهن جوابگو نیست. مثلا در رابطه به مسائل اقتصادیش، مسائل قراردادش، مسائل بهره‌برداری، مسائل ماشینالات ریلی، در رابطه با مسائل بهره برداری صحبت های صورت نگرفته در سرفصل ها و همچنان بحث هایی که در مورد ایمنی است بسیار کوتاه است. به این خاطر سرفصل هایی که من دیدم جوابگوی تمام مطالباتی که در یک قانون وسیع و فراگیر خط آهن باشه جابجا نشد. بله، شما اشاره نکردین به اینکه خب کدام موارد شما میخواستین که در قانون خط آهن افغانستان باید اومد نظر گرفته شده. خب من پیشتر هم ذکر کردم، مثلا مسائل ایمنی بسیار دقیق باید زی داخل شه، مسائل قراردادها و شفافیت قراردادها دیگه باید باشه، در این رابطه سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه باید باشه، در رابطه با مسائل ترانسپورت مسافربری و باربری باید از مشخصا به شکل واضح صحبت های صورت می گرفت. یعنی سرفصلایی که در اینجا است، این را که ما مطالعه کردم با صحبت هایی که در رابطه با فعالیت های اداره خط آهن است کمتر مطابقت داره. بله جناب استاد، خط آهن که تا کنون در افغانستان ساخته شده، از دید شما این خط آهن چقدر توانسته با معیارهایی که باید در افغانستان خط آهن ایجاد میشد با عموم معیارها و یا معیارهای جهانی برابر است؟ یک چیز را قبل از پاسخ به سوال شما باید بگویم که بعضی ملاحظات در خصوص اصطلاحات و در کاربرد خود مسائل تکنیکی وجود داره که من امیدوار هستم که از نظر مردم های تکنیکی و اهل مسلک بگذره، که مثلا در رابطه با گیچ بسیار مسائل عمده داریم، در رابطه با خود اصطلاحات کاربرد که آیا خط آهن بگوییم یا رای آهن بگوییم، اینا اگر در قرارداد و در قوانین درست واضح نشده باشه، من فکر میکنم که به منفعت ملی افغانستان خیلی ضرر خواهد داشت
و چیزی که بسیار عمده است که ما را این قانون باید مطالعه شود که وابسته به کشورهای مختلف و غیران کشورهای نسازه، مثل که ما از نظر ترانسپورت و ترانزیت منصر به یکی از کشورهای همسایه بودیم و زیانهای از او را متوجه شدیم و دیدیم و ما را در این رابطه کار کرده بودیم. به این خاطر ای از نقطه نظر از این هم مطالعه شود و به نقطه نظر سوال شما باید جواب بپردازم که اصلا در رابطه با رای آهن صحبت هایی که صورت میگیره اکثرا افرادی که در خود اداره خط آهن و در جای دیگه که صحبت میکنن افراد هستند که اینا تحصیلات به اصطلاح مسلکی و تخصصی در رابطه نداره، به خاطر است که ما به مشکلات مواجه هستیم. رای آهن که در افغانستان ساخته شده کاملا این با معیارهای امو کشور فدراتیف روسیه عیار است و با معیارهای استاندارد بین المللی موجود نیست. چیزی دیگه که در قانون اشاره نشده موضوع استاندارد خط آهن است که بسیار پرابلم ساز است برای ما و باید در قانون ذکر میشد. و تا به حال ما 75 کیلومتر رای آهن که داریم به شکل مرموز از این برابر داری میشه. ما امیال اطلاعات کامل نداریم که آیا ما به منفعت ایران استفاده میکنیم یا در نقص استفاده میکنیم، چون تمام بخش ساخت سازش و طرح‌ریزیش و امیال برابرداریش و مراقبتش کلش به کشور همسایه سپرده شده و اطلاعات کافی نه مردم افغانستان در اختیار داره و نه نهادهای اکادمیک و شخص خودم هم نمیفهم. اگر ما میایم در بخش خط آهن کار میکنیم و پروژه ها رو در این بخش ایجاد میکنیم و یا هم در بخش جاده سازی میباشه، چرا استانداردها مد نظر گرفته نمیشه اونچنان که شما در این بخش یادآوری کردین؟ چرا ما از یک کشور دیگه، خب طبیعی است که ما باید از تجارب کشورهای دیگر باید استفاده بکنیم در افغانستان، اما شرایط افغانستان با شرایط یک کشور دیگه خیلی متفاوت است و باید این متفاوت ها در نظر گرفته شود. دقیقاً ما در صحبت اول مامتر بود که وقتی قانون برگرفته میشه یک کشور یا ترجمه میشه باید ادپتیشن شود با شرایط افغانستان و یا اینکه که قانون قسم ساخته شود که با شرایط افغانستان ساخته شود، به هر حالتش باید این شرایط در نظر گرفته شود. ما طرفدار از این هستیم که از هیچ کشور همسایه نه بلکه از سازمان های بین المللی نرما و استانداردهایی که داریم، مثلا UIC است که عضویت افغانستان و عضویت شده داره، کشور نهادهای دیگه بین المللی است که در رابطه با خط آهن کار میکنه، چرا او استاندارد استفاده نکنیم؟ چرا مسائل استاندارد فرزند گیچ استفاده نکنیم و دیگه مسائل که اینا کلش باید از طریق خود کارشناسای میرشته مورد ارزیابی قرار بگیره. تحقیقاتی که در پوهنتون پل تکنیک در دپارتمنت انجینیری رای آهن صورت گرفته تحقیقاتی است که متکی به یافته های از جامعه ماست و با شرایط کشور مطابقت داره و به می خاطر است که ما خواهان ازی هستیم. مثلا بحث حریم رای آهن که یکی بحث بسیار عمده است در سرفصل آمده دیدم و امیدوار هستم که در متن قانون گنجانیده شده باشه، یک بحث بسیار زیاد مغلق و پیچیده و پرابلم ساز است که در این رابطه دانشگاه پل تکنیک هم تحقیقات داشته. هر بحثی که در قانون است ما فکر میکنم که باید متکی به یافته ها و تحقیقات باشه، در غیر از اون ما فکر میکنم که یک قانونی که قابلیت تطبیقی نداشته باشه، ما فکر میکنم از اون که ما قانون نداشته باشیم بهتر است. بله، آیا ما کادرهای فنی در بخش خط آهن در افغانستان داریم؟ اونچنان که شما مشاره کردین که ما دانش مسئولینی که بر بار اول اینا در بخش خط آهن آموزش دیده بودن از دانشگاه پل تکنیک اینا فارغ شدن، در کنار از این ما آیا ما کارمندای فنی و کادرهای فنی در این بخش داریم؟ خب اگر شما بعض نهادهای مسلکی افغانستان مطالعه کنین فعلا افراد مسلکی در او بخش کار نمیکنه. پیشتر شما سر جاده سازی صحبت کردین، شما تمام پروژه‌ای رو که برین ببینین اگر یک ژورنالیسم تحقیر به کار پرتین اکثریت کار میکنن از رشته انجینری ترانسپورتی یا سرکسازی فارغ نشدن. و بحث دیگه ایست که اداره خط آهن هم یک اداره است که نو تشکیل شده و در اوج هم ما افراد مسلکی بسیار اندک داریم و افراد جذب شدن که ناخلاف رشته هستن. خوشبختانه ما اولین دوره فارغ‌های انجینری رای آهن امسال تقدیم جامعه کردیم، اینا وعده سپردن اداره محترم مستقل خط آهن که در جذب از اینا کوشش میکنن. ما امیدوار هستیم که افراد جذب کنن و اینا میتونن که بعضی مشکلات از اینا رو مرفع کنن. آیا شما دیگه مسئولین رو در بخش تربیت خواهد کردیم؟ بله، سالهای بعدی ما تعداد زیاد را شاید تربیت کنیم، در حدود 50-60 نفر هر سال از این بعد تقدیم جامعه خواهد کردیم. بله، تشکر بسیار، سپاس از اینکه با ما آمدید.